کی؟ این داستان حواس پنجگانه. خواهش میکنم هرچه زودتر سوار شید، قطار میخواد حرکت کنه. ای بابا، اینم که همش میفته دیگه، حوصله از قطار بازی سر رفت. سینا جون، من حوصله از این بازی سر رفته، بیا یه بازی دیگه بکنی. آره شاید، منم از این بازی خسته شدم، بهتر یه بازی دیگه بکنی. آخه چه بازی؟ ما اصلا هر چی بلد بودیم بازی کردیم، حالا چیکار کنیم؟ فهمیدم، بهتر از لاکی بخوایم یه بازی جدید یادمون بده. آره راست گفتی، بکنم لاکی بتونه کمکمون کنه. لاکی جون. بله بله اومدم، چی شده؟ لاکی جون، من و شایان خسته شدیم از بس از صبح با اسباب بازیمون بازی کردیم، دیگه حوصله‌مون خیلی سر رفته. لاکی جون، ما میخوایم تو یه بازی جدید یادمون بدی که بش همینجا تو خونه انجامش داد. باشه بچه ها، یه لحظه صبر کنید، الان برمیگردم. شیبروب. یعنی لاکی با این سرعت کجا رفت؟ نمیدونم. آها خوراکی باشه. درست حد زدی شکمو، ولی این بار برای بازی جدیدیه که الان قرار انجام بدیم. خب الان کمک کنید میز رو بیاریم کنار تخت. وای که من میمیرم واسه بازی های اینجوری. حالا اینم میذاریم اینجا. خب بچه ها، اسم این بازی که الان میخواییم انجام بدیم بازی با حواس پنجگانه است. بازی با حواس پنجگانه دیگه چه؟ اگه یه لحظه صبر کنید من براتون توضیح میدم. برای یه بخش از بازی اول باید با اینا چشماتون رو ببندید. لاکی جون، هر کاری میکنی ایتون باش، من برای فرقی نمیکنه چشماس یا چشماس چیزی بخورم. خب بچه ها خوب گوش کنید، بازی اول اینه که من از داخل این ظرف یه تیکه خوراکی رو جلوی بینی شما میگیرم و شما با بو کردن حدس بزنید که اون خوراکی چیه. خب شاید چشمتو ببنده. بسم. وای چه بوی خوبی داره، دلم براش زب رفت. خب حالا به من بگیر این چی بود؟ سیب بود، معلوم بود که خیلی خوشمزه. شکمو. آفرین، حالا میرسیم به قسمت بعدی. من دو تا میوه میدم دستتون، شما باید با لمس کردن اونا بگید که اونا چی هستن. حالا بعدی بیا بگی. سینا تو بگو بیبه که اول دادم دست تو چی بود؟ یه سیب بود. آفری سینا. خب شایان حالا تو بگو دومی بیبه که دادم به تو چی بود؟ فکر کنم یه پرتقال خوشمزه بود، مگه نه؟ آفری شایان، درست حد زدی. حالا نوبت قسمت بعدیه که میدونم شایان خیلی قسمت رو دوست داره. این بار من یه تیکه از یه بیبه رو میدم بخورید و شما باید بگید که اون چه بیبه‌ایه. اول من. باشه این بار اول از تو شروع می کنم. بابا چه خیار خوشمزه، میشه مادم به هم بدین؟ آفرین شایان. چه سیب شیرین خوشمزه ای. آفرین سینا، اینم بازی با حواس پنجگانه. لکی جون، حواس پنجگانه دیگه چیه؟
سوال خوبی بود. چشمندتون رو باز کنید تا برم روی صفحه جادویی براتون توضیح بدم. باشه. شیبلی شیبلی شبراب. حواس پنجگانه مثل حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه. اول با حس بینایی آشنا بشید. چشم تصاویر اطراف خودشو به صورت امواج نوری میگیره و اونا رو به مغز میفرسته. اون وقت ما میتونیم تصاویر رو تشخیص داده و ببینیم که به این حس بینایی بگیم. صداهای اطراف ما به شکل امواجی وارد گوش میشن و پردهی که داخل گوش هست رو میلرزونن. بعد گوش امواج رو به مغز میفرسته تا با صدا رو بشنویم که به این حس شنوایی میگن. وقتی نفس میکشیم هوا به همراه ذرات بو وارد بینی شده و روی قسمت خاصی که سلولهای گیرنده بویایی وجود داره میشینن و این گیرنده ها علائمی رو برای مغز میفرستن و ما میفهمیم اون بوی چیه که به این حس بویایی میگن. روی زبون انسان برجستگی های کوچکی وجود داره. وقتی چیزی میخوریم این برجستگی ها مزه اونو برای مرکز چشایی در مغز میفرستن و با مزه رو تشخیص میدیم که این حس چشایی ماست. و اما حس لامسه. زیر پوست گیرنده های حسی زیادی وجود داره که وقتی چیزی رو لمس کنی پیغامی رو به مغز میرسونن تا مغز تشخیص بده چه چیزی رو لمس کردی. داغ، سرد، زبر، نرم. بچه ها شما باید از نعمت سلامتی و حواس پنجگانتون به خوبی مراقبت کنید. موقع تماشای تلویزیون خیلی نزدیک نشینید، ممکنه چشمتون ضعیف بشه. چیزی رو داخل گوشتون نکنید، ممکنه به شنواییتون آسیب برسونه. غذا و نوشیدنی های خیلی داغ نخورید، ممکنه زبونتون رو بسوزونید. پوستتون رو تمیز نگه دارید و از اون در مقابل سرما و گرمای زیاد محافظت کنید. شیبرو؟ خب بچه ها، حالا دیگه شما با حواس پنجگانه خوب آشنا شدین؟ آره لکی جو، خیلی عالی بود. بازی با حواس پنجگانه چه بازی خوشمزه‌ای بود. فقط یک کسو تموم شد. میگم سینه بیا از حالا به بعد جای تو بازی گرگم به هوا بازی با حواس پنجگانه رو بکنیم. چطوره؟ مثل چشایی شو، مگه نشایی؟ شکموی واقعا. چطوره؟